الو الو آقا رسول، تو یه نایت جون قربون صفات برم. اتفاقی افتاده که گفته بودی فورا تلفن بزنم؟ نه عنایت جون، دل واپس نباش، از قضا خبر خوشی واسه دارم. به امید خدا ما پس فردا راهی خونه خدا میشیم. به سلامتی شالله، به سلامتی. خب ببینم خوش غیرت، حالا به ما خبر میدی؟ حالا هم سلام لور بی تمنیست، میخوام یه امونتی دستت بسپرم، یه امونتی که به این جونم بسته است، کسی که از جفت چشام واسم عزیزتره. آره دخترم میمنت فردا میاد تهرون که کنکور بده واسه دانشگاه. آره بابا بزرگ شده، اما هنوزم این بچگیاش تا اسم تو به گوشش میخوره سوق زده میشه. میدونم که تو بهتر از خود من ازش مراقبت میکنی، اما تا وقتی که به امید خدا پدر نشی نمیفهمی چی میگم. بر با خاک مادرش قسم اگه عشق خونه خدا به سرم نبود یه لحظه ازش دور نمیشدم، اما چه کنم که واجب الحجم، مجبورم مشرف بشم. دلخوشیم فقط اینه که تو عین خود من در حقش پدری میکنی. میسپرمش به تو، تورم به خدا میسپرم.
گفتم دوباره خبر خوب بود. امو عنایت. امو جون سلام. حالتون چطوره؟ تو میمناتی؟ آره امو جون. چمیدنم امو باباد میگفت که بزرگ شدی. امو دیگه فکر نمی کردم که اینقدر شده باشی. حالا تو راست راستی میمناتی؟ آره والا. نه میمنت نیستی، حالا دیگه میمنت خانومی هزار بار شد، واسه خودت خانومی شدی. را بیاد بریم امو. رسید. بودو امو، بودو بریم تو. خیلی خوش اومدیم. آج خانوم، مادر. مونه دلم، من اینجا. بیا واسهت میمون رسید. سلام خانوم بزرگ. سلام به روی ماهت، خوش اومدیم. دلم برای دیگه زری پردیام دور چشم بود. من سلام عرض کردم خانه. سلام، خیلی خوش اومدیم. مادر، با منم دست بدیم. وقتی میگم بشر قابل ترقیه میگی نه. نگاش کن این قدر بچه بودا. هزار ماشاءالله. حالا این چه قدر بوله داره. خیلیم خوشگلو تو دل برو حالا چرا اینجا وایسادی؟ مادر ببرش تو ازش پذیرایی کن. آره ما بریم یه کاری داریم انجام بدیم و برگردیم. هادی بیا بریم زود باش. بریم تو مادر. آرشگاه فریده. بفهمی. بله فریده خودمم. چه فرمیش دارین؟ نه خانم امروز دیگه دیر وقته. آرشگاه تعطیل شده. فردا تشریف بیاری. بله بله خدافظ. فریده جان. وا مگه اینجا جای این کاراست؟ آشناس خانم آشناست. هیچ معلومه کجایی؟ از شب دعوا تا حالا پیدات نشده. خیالت راحت باشد. همچین میخوام محکم کوبیدم که آمیرزا دیگه جرأت نمیکند بزاره بیشه. خانم من عروسی دارم یه خورده بیجم. اومدم خانم. چهارشنبه روز خوشبختیه. چهارشنبه بلیت بخری. چهارشنبه باشم 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 من چهارشنبه باشم. سلام خانم، چه درست از شیطان بهت پر تو نمایشگاه سرگوش آب بده. ببین عنایت الله خان اونجا زیاده. واسه چی؟ واسه این که اگه ببینه ما این وقت روز میایم سر کار پیش روی همه سکه یه پول ما میگنه. خب به من چی میرسه؟ بسر اینقدر پولکی نباش تو. بیمایه فتیر جور شما. برو بابا. چهارشنبه روز خوشبختی. بیا برو یه تومن بشین. دو تومن باشه سگ خورده. برو دیگه برو برو. اول پور ندارم بعدم بشید میگی بعد. خب منم بعدم میرم. چهارشنبه سب سب بیا اینم دو تومن. اینم یه تومن چه دو تومن. برو دیگه. خب تو برو خیالت راحت راحت. چطور مگه؟ این آیت الله خان امروز نیومده رفته دانشگاه کنکور بده. بودو تو امو، بودو. سلام امو. سلام، امتحانات چی شد؟ خوب شد، راضی بودم. اگه اشکالی نداره این دوستم هم با ما بیاد که سره رو برسونیمش خونه شون. چه اشکالی داره؟ بفرمی بالا مات بازه. بفرمی بالا، ماشین خودتونه، لهم بدیم اون تا. مریم مثل من از آبادان اومده اینجا کنکور بدیم. از آشنایتون خوشبختم. قربون محبتتون. امیدوارم به خدا که همه تون تو امتحانا قبول بشین، شوهر کنین، بچه دار بشین، خوشبخت بشین، خلاصه بیارین سر خونه زندگیتون. خوش شوهر آقا، این جوانای امروزی که همشون فکر رقص و موزیک و قرافر خودشونن. شوهر باید شوهر باشه. من که اگه روزی روزگاری بخوام شوهر کنم با مردی عروسی میکنم جا افتاده و متشخص که قدرم رو بدونه. مثل شما. ای بابا، این روزه دیگه مردای جا افتادم زیر بار مسئولیت زن و زندگی نمیرن. ببخشینا، توقع شما دختر مختر و بالاست و الان هنوزم هستم مردایی که آرزو دارن عائله تشکیل بدن و تا دم مرگ واسه زن و بچه هاشون فداکاری بکنن. پس چرا خود شما تا عروسی نکردید؟ آخه من سن و سالی ازم گذشته. کی اینو گفته؟ این چیزا رو ما دخترها باید تشخیص بدیم. لطفا این بغل نگه داریم پیاده شم.
شما تازه اول چلچلیتونی. واسه نخون ایشالا به وقتش واسه تون شوهرم پیده میشه. فکرش نکن. خیلی ممنون. خدا به سلامم. از گره زدن سبز قفلت نکن پدر جان. اگه عمود خواسته هم بگیره ها، آدرس خونه ما رو بهش بده. چرا؟ سیب سرخ واسه دست چلا خوبه. از این عمو جون، یه دقیقه صبر کن تا ببینم اگه کار چیزی هست فوری انجام بدم و بریم. باشه باشه، شما به کارتون برسید. زیاد طول نمیکشه. میگم خودتون میدونین که چی جواهری هستین. دیگه چوب کاری نکنم. نه راست راستی میگم، من شما رو خیلی دوست دارم. قربونت برم عمو جون. خب بگی بشین، خسته نشی. پس من میرم به کارم برسم. میتونم ازتون یه خواهشی بکنم؟ خواهش چی؟ امر کن عمو جون. بعد از این نه من به شما میگم عمو، نه شما به من بگی. واسه چی؟ آخه من دیگه بزرگ شدم. بار ممکنش لعنم. خیلی خوب، هر طور که میلته. قول شما پیش میمنت خانم یه عالم ازت تعریف کرد. خیلی ممنون. به پا عروسی تعریفی نشی. استغفر الله، این فرمایش ها چیست میفرمایی؟ علل خصوص که حالا میخوایم یه هفتش ده عروسی نمایشگاه رو به امید تو ول کنیم و بریم. کجا؟ به سلامتی. والا این میمنت خانم یه ماه آزگاره که شب و روز درس خونده. از روزی هم که اومده تهران تا حالا هیچ جا رو ندیده. میخوایم یه چند وقت ببریم بگردونیمش، بلکه خستگی از تنش بیرون بره. خلاص دیگه سفارش نمیکنم. لازم به سفارش نیست عنایت الله خان، خیالتون تخت تخت باشه. میبینیم و تعریف کنیم. ما رفتیم. خیر پیش، به سلامت، خوش آمدین، قدم به روی چشم.
مثل گندمای تشنه بارون بهار رو میخواد. ای تو مرگ من یقینه تب انتظار رو میخواد. توی چشم عاشق من توی پیدا توی پیدا توی خونه ی دل من توی تنهای تنها توی چشم عاشق من توی پیدا توی پیدا توی خونه ی دل من توی تنهای تنها. بفرمایید میمنت خانم. تو رو خدا اینقدر نگین میمنت خانم. پس بفرمایید چی بگم؟ اگه روتون نمیشه بگین عزیزم، فقط بگین میمنت، میمنت تنها. باشه، خلاصه بهت بگم اگه بهت بد گذشت به خوبی خودت ببر. اختیار داریم، از غذا خیلی هم خوش گذشت. مگه میشه که آدم با شما باشه و بهش بد بگذره؟ قرون صفا و یه رنگی. راستی خانم بزرگ، پس کی میخوای واسه عنایت الله خان دستی بالا کنی؟ والا چی بگم میمنت جون، تا حالا خورند موهای سرم بهش دختر نشو خون بادی دارتر. اما بی انصاف هنوز هیچ کدومش رو نپسندیده. چطور نپسندیده؟ تازگی کسی رو بهش نشون دادی؟ آره همین دو ماه پیش. نه منظورم تو این 10-15 روزه است. یعنی از روزی که تو اومدی؟ بله. آخه تو این 2 هفته کسیو ندیدم که بهش نشون بدم. چطور کسیو ندیدین خانم بزرگ؟ ایوا راست گفتی، یا چه کسی بهتر از تو؟ نه من منظورم به خودم نبود. اونو که خودم میدونم، ولی البته شما جای مادر منی. مطمئن باشین هر تصمیمی که بگیرین من رو حرفتون حرف نمیزنم. مادر عنایت، تا حالا میمنت رو با نگاهی خریداری دردی؟ چطور مگه؟ این دفعه که اومد خوب براندازش کن تا بعد واسات بگم. آره اینم آب خورد. دست درد نکنی. شبتون بخیر. شب بخیر. مگه شام نمیخوری؟ مرسی من گرسنه نیستم، میخوام برم استراحت کنم. چی میگی شامتو بخور دختر؟ اگه خدا نکرده لاغر بشی فردا جواب بابات چی بدم؟ بیبیش بخور. خدا سیر سیره. این چرا همچی میکنه؟ خب بگه دختر پاک غذا افتاده. پس کردی؟ حالا منظور اگه بگی تن و بدنش اندازه یه سر سوزن نقص داره نداره ننه. امروز تو هموم همه جاشو دیدم. میخوام اگه خب که چی؟ میخوام اگه صلاح بدونی وقتی آقا رسول به سلامتی از مکه برگشت برم واسه خواستگاریش کنم. تو چی داری میگی؟ همین که گفتم، من از این دختره خوشم اومده. آقا که خدا بیامرز آقام راست میگفت که عقلت پارسنگ برمیداره. زن مگه عقلتو از دست دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ ایوا واسه چی؟ واسه این که اون جای دختر منه، واسه این که من سن و سال باباشو دارم. ولی مادر جون، مرد هرچی با دختر جوان عروسی کنه روز به روز جوانتر میشه. خیلی دلش بخواد، تو تازه اول چلچلیته. گذشت اون دور و زمونه قدیم، مگه حالا دخترها زیر بار این حرفا میره؟ والا میمنت که این چشمش از اون چشمش راضی تره. من این تخم لقا تو دهن میمنتم شکستی؟ من نشکستم، خودش شکست. بچه از مادر، اگرم چیزی گفته رو بچگی گفته. اون توی حال و هوای دیگه است. تو که سن و سالی ازت گذشته چرا باید عقل تو بدی دست اون؟ ایوا مگه همش میمنت چند سال از تو کوچیکتر ها؟ قبطه عمر مادر، اینه کپکه سرتو زیر برف نکن. من اگه به وقتش عروسی کرده بودم حالا باید اونو واسه پسرم خواستگاریش کنم. دوم از اون دختر دیپلومه از فردا میخواد واسه خودش دکتر بشه، قابله بشه. از همه اینا گذشته میمنت پیش ما امونت مادر. ایوا
اگه میخوای کار خلاف شرع بکنی که خیانت باشه. هرچی میگم نره باز میگه بدوش. ما در این پنبر از گوش در بیار. نه ما با میمنت عروسی میکنیم، نه دیگه خوش داریم که تو حرفشو بزنی. حالی چود؟ یوخ. حالا کجا میری؟ پیش شام تو بخور. دیگه اشتها ندارم. گندشه دره برده زن گنده. الهی برزایید. سلام علیکم. سلام از بنده. مبارک باشه. سایه شما کم نشد. باز چی مبارک باشه؟ جعفر. بله قربان. سلام علیکم. سلام علیکم. بفر برو. تبریک عرض میکنم قربان. ما به همچنین. 100 سال به این سالا. پسر هنوز کوتاهه. واسه عید که عرض نمیکنم قربان. پاواس چی عرض میکنی؟ تبریک عرض میکنم. پاواس چی عرض میکنی؟ واسه همون که ما عرض کردیم. به خیالتون ما خبر نداریم قربان. از چی؟ هادی خان شیرنیش هم بهمون داد خوردیم. هادی. سلام علیکم. از طرف خودم و همگارانم تبریک عرض میگم. بفرمایید دهن دانا شیرین کنین که شیرین کام بکنین. خواهش بگیرم. تقدیم. واسه چی؟ واسه نامزدیتان دیگه. چی گفته ما نامزد شدیم؟ خود نامزدی دان. نامزدم کیه؟ چرا پرت و پلا میگی؟ خودشان گفتن عنایت الله خان. چرا به ما میتوپین؟ خودش؟ خودش کجاست؟ توی دفتر است. چی تو هاشا میگنه؟ سلام عزیزم. دفترت یه خورده نامرتب بود، اومدم مرتبش کردم. میپسندی؟ چرا اینجوری میکنی؟ این چه سر و وضعیه که واسه خودت درست کردی؟ مگه تو دیشب نگفتی که من هنوز بچه‌ام؟ حالا چی؟ به نظرت هنوزم بچه‌ام؟ واسه چی اون دروغ دولا رو سر هم کردی؟ کدوم دروغ دولا رو؟ همین که با هم نامزد شدیم. نگفتم نامزد شدیم، گفتم میخواییم بشیم. فرقش چیه؟ مگه اشکال تو فقط این نبود که من هنوز بچه‌ام؟ خوب نگام کن، ببین حالا یه زن کامل نشدم. با اینا، با این رنگ روغنا؟ پس فکر کردی زنای دیگه با چی خودشونو میسازن؟ با همینا دیگه. رابیوف، کجا عزیزم؟ اینقدر عزیزم نکن رابیوف که چشم نمیاد. اگه 12 سال مدرسه نرفته بودی، اگه تحصیل کرده نبودی، دلم نمیسوخت. میگفتم بی سواده، نادونه. فرق میونه خوب و بدو نمیدونه. اما تو که به سلامتی فرد میخوای واسه خودت دکتر بشی، چرا باید این کارا رو بکنی عمو جون؟ اگه یادت باشه، یه دفعه ازت خواهش کردم که دیگه به من نگی عمو. اگه یادت باشه ما هم گفتیم چشم، ولی بعدن رأیمون عوض شد. خیال دارم از این به بعدم دم به ساعت عمو جون به نافت ببندم. که چی بشی؟ که یادت نره عموتیم. ولی من دوست دارم نامزدم باشی، نه عمو. ما هم خوش داریم که عموت باشیم، نه نامزدت. آخه من تو رو دوست دارم، دوست دارم. چرا نمیخوای بفهمی؟ عاشقتم. تو هنوز بچه ای عمو جون. بهت قول میدم چند سال دیگه که بزرگ شدی، خودت به این عشق بچگونه بخندی. ولی من نه بچه‌ام، نه عشقم بچگونه است. میدونم عمو جون، هیچ دیوونه ای نمیگه من دیوونم، هیچ ماسمندی هم نمیگه ماس من ترشه. بفرما. یادشون پس تو منو دوست نداری؟ چی گفته دوست نداری؟ عمو پیدا کن که بردرزادش دوست نداشته باشه تا من دویومیش باشم. اینجور دوست داشتن ارزونی خودت. من بهت ثابت میکنم که نه خودم بچه‌ام، نه عشقم بچه گونه است. حالا میبینی. گیره عجب جونه برای زبون نفهمی افتادیم ها. تو مرگ من یقینه، تا به انتظارو میخوام تو
دختر. واسه این تو چه فرقی میکنه که من بمیرم یا زنده بمونم؟ بیرم کن. آخه من به تو چی بگم؟ با تو چی کار کنم؟ با هم عروسی کن. دوستم داشته باش. ببین ببین میمنند میمنند آخه دوست دارم، میپرستم ایت. خلاصه تو کار این دختره موندم فکری، نمیدونم چیکار کنم. والا عنایت الله خان جان، این کار یک کار لوتیگیری و جوان مردی نیست که شما پیش کسوتش باشین و ناوه کشیش. چطور؟ ببخشین دا جسارته، اما گره این کار به دست کسی و میشد که مثل ما همراه هر زیر پیرنی یه معشوقه عوض کرده باشه. خب حالا مگه به عقل ناقص تو چیزی میرسه؟ مثلا چی میرسه؟ خوب نگاش کن، گردش هم میبینی؟ این که حلقه عروسیه. درستم. سلام علیکم. شگرد کار ما این است که وقتی بعد از مدتی خوشگذرانی از یه زن سیر میشیم و میخوایم از سر خودمان بازش بگونیم، این حلقه رو میچپانیم تو دستمون، بهش میگیم ما زن داریم، شیشتان بچه داریم. خب که چی بشه؟ هیچی. آخه معذور چیه؟ هیچی دیگه. شما هم باز به میمنت خانم بگین زن دارم که امیدش ناامیدش بشه. آخه خنگ خدا، میمنت که تمام زیر زبر منو میدونه، چه تو باورش میشه که من زن داشته باشم؟ اونش با خودم. خیلی ببخشین که یه خورده دیر کردم. عیبی نداره. آخه خانمه برده بودیم فروشگاه، خریدشان که تمام شد فرمودن حالا منو ببر آرایشگاه سلمانی. مگه خانم آرایشگاه میرن؟ پس چی که میرن، امروز هم رفتن رنگ موهاشان شرابی کردن. نه بابا، خانم بزرگ با موهای شرابی باید خیلی دیدنی باشه. ولی ما که خانم بزرگ نمیگم والا. پس از که حرف میزنی؟ خانم کوچیک. خانم کوچیک دیگه کیه؟ خانم عنایت الله خان عیال شان با چی؟ عیال شان خانم عنایت الله خان؟ مگه اون زن داره؟ بله بچم داره. نه شما نمیدید، مطلع نمیدید. اقدامی لازم نیست بکنید عنایت الله خان، من تو این کار تجربم زیاد است. باریکان چنان آب پاکی و تصفیه شده رو دست میمنت خانم ریختم که بینکل آشوگی از یادش دفت. به نازم به این ترکیبم. سلام. سلام نگه. سلام نگه. سلام امو جمعه. سلام سلام کنده. سلام موردشو تاج رو باته ببرم. کجو بودی امو جمعه؟ خونه بودم حسلم سلام. اومدم که با هم بریم یه سری به زنمو بزنیم. زنم؟ کدوم زنم؟ مگه چند تا زنمو دارم؟ منظورم خانم شماست دیگه. چی گفته ما زن داریم؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر که ما نگفتیم. درست از میمنت خانم؟ خداییشا بگو که عنایت الله خان فکر نکند یه وقت ما گفتیم. خداییشو بگم هادی گفت. من هادی؟ هادی کیم؟ من کی؟ تو گفتی؟ تو بله. کی کجا؟ او سخان چین بدبخت هیزم شکن. آخه کی میخوای آدم بشه؟ برای چی عنایت الله خان؟ واسه این که گندشو داره بردی. آخه اینم کار بود که دست ما دادی، حالا تو به جای ما چیکار میکنی؟ هیچی، میمنت خانم ور میدارم میرم خدمت خانه. چی؟ وار میداری میری خدمت خانم؟ بله بله بله. چه وار میداری میری خدمت خانم؟ البته. فقط پیش از رفتن اجازه بدین من یک تلفن به خانم بزنم که باز نگن چرا سر زدم مهمان آوردی خانمون. همین الان تلفن بزن. خانم؟ خانم؟ بله بله خانم همه اومدم. بابا چه خبره؟ الو
سلام نلیگم، عرض میکنم خانم، کوچولوی شما هستم، غلام شما. نکن بابا، دارم میرم تو تلفنی. بنده غلام سرکار هستم. خودت لوس نکن هادی، چه مرگته؟ یادتان است که فرمودین وقتی آقا میخوان مهمان بیارن منزل، تو زودتر تلفن بزن که برای پذیرایی آمار. آقا کیه؟ مهمون کدومه؟ چرا پرت و پلا میگی پسر؟ نهارم رو چراغ سوخت، ذلیل مرده. خانم والده خانم مریضن، برادر خانم آمدن که خانم ببرن منزل خانم والده شان. حالا میخوان از شما اجازه بگیرن که ببرنشون یا نبرن از شما. آزما بله بله خانم عدیه. خانم چه خاریه؟ خودتان بگوشیم. من چی بودم؟ هرچی دلت خواست بود. الو عزیزم. سلام عنایت الله خان، حال شما خوبه؟ توی عزیزم سلام برو ماهه، چی شده؟ قربون قد و بالات برم من. این حرفا چیه عنایت الله خان؟ اجازه امام دست شماست عزیزم. گوگوری مرگوری با خدا مرگم بده مادر. از تو رو ماهتو میبوسم، موکر پنارتو هم میبوسم، میبوسم میبوسم. ایوا دیگه چی؟ الو اول آخر که چی؟ شما باید منو ببرین خدمت خانم، حالا امروز نشد فردا. فردا؟ میمنم فردا؟ بله فردا صبح حتما باید منو ببرین خدمتش. باشد باشد، هیچ اشکالی نیست. تو واسه چی قول میدی؟ آخه من تجربه دارم تو این کلی. تجربه سر تو بخوره، مگه ما خودمون بد قول میدیم؟ پس قول دادی یا خدافه. میمنم جنایی بیام تو این تیکه آجیز منم. فریده بیا. هادی چی؟ بیا بیا کاری دارم. چی کار داری؟ جان من سپوشو بیا. میبینی که دستم بنده؟ دست منم بنده، سپوشو بیا بوشو جان من. خانم معذرت بخوام، خیلی باید ببخشید، یه دقیقه. خواهش میکنم. چی میخوای؟ یه دن زن. چی؟ یه فوری و فوتیه، یه زن دو ساعته لازم دارم. دهنه تو آب بکشه، غلط میکنه، ذلیل مرده. چی شده؟ گمشه از اینجا بیرون. بایسا تو همیشه میکنی دست بزن پیدا کردی. تو رو خدا بایسا، تو رو خدا بایسا، بایسا بابا، واسه خودم که نمیخوام آخی. بس واسه کی میخواد؟ واسه عنایت الله خان میخوام مرگ تو. کلت واسه بالاتر. چه بابا تو نمیفهمی. میخوام یه زن پیدا کنم که دو ساعت رول اول زن عنایت الله خانم بازی کنه، تا دختری که خاطر خواست شده خیال کنه عنایت الله خان زن و بچه داره، دست از سرش برداره. شیرفم شد جونی؟ آره، حالا میگی من باید چی کار کنم؟ کارم رو را بندوز بدار شد. آخه چه جوری؟ من که کسی ندارم. یه خودت فکر کن دیگه، این همه زن اینجا دور ورده گرفته. والا
چشم من بخونم تو خورشید منی، من ذره محتاج نورم، بیا گرمی بده به جون من اگر چه دورم، فقط یه روز تو جدا میشم که توی گوره زن نجیب و اصل و نظرداری هست یا نه؟ مو به مو طبق سفارش شما رفتیم از یه خانواده آبروداری، زن نجیب با وقار خانه‌دار که مال بارست دستچین کردیم. ببینم پس اینجاست؟ دنبال من بیه، خواهش میکنم. سلام علیکم، خوشوختم. سلام علیکم خواهر. خواهر چی هست؟ عنایت الله خان خانومتن از میکر خانم جان. دو ساعت آره. شما چطور خانم؟ والا من دلم میخواد که هرچی زودتر این کارو به انجام برسونم و برم پی کارم. ما هم والا همینه میخواییم. فقط چیزی که هست یه خود زیادی پول رو ما تک به خودت مالیدی. درست میگم آبی؟ واا شما به صورت من چی کار داری؟ یعنی چی کار دارم؟ حیف از کلمات شما میره خانم. اگه شوهر آدم به صورت آدم کار نداشته باشد پس به کجاش کار داشته باشد؟ رو بدون یه خود کم ملاتش کنی ضرری نداره. ور هرچی آدم مردم آزار لعنه بشمه بره به کارت بس. چه بد اخلاقه؟ بد اخلاق نیستش، اخلاقش هنوز با شما جور نشده. ساخه اول سر زندگیتان هست. چی؟ حالا چطور آقای مشکل پسند؟ چطوره؟ اگه گیسات هم یه خود اینجوری بله و نباشه بهتره. نه بارو بابا، این یکی دیگه طلبه. طلبه؟ چیه خانوم؟ گفتم موازه جمع کن بالاتر. بارو بابا حال نداری؟ نه بابا انگار حرف حساب بگو شد فرو نمیره زنک. اصلا میدونی چیه آقا جون؟ خر ما اکورگی دوم نداشت، بره یکی دیگه رو پیدا کنی. مگر میشم مهری خانم جان سب کن بابا. با چرا که نشه؟ موزی که قرار بود بهم بدی بهم نده، مهرم حلال جونم آزاد خوشگلی. صلوات بفرست خانم جان. ده زن شوهر وقتی دعواشون میشه هر دوشون نباید من بشن که، یکیشون هم باید نیم من بشن. حالا شما یه چرک بیا پایین، شما یه چرک بیشش بالا و سلام شد تمام. لبرتون میبینم گیر میشه. اصلا تقصیر خود گردن شکستمه که ندیده و نشناخته قبول کردم. حاج خانم فعلا وقت نیست توضیح بدم. شما خونی حاجی رو بلدین؟ خب پس خودتون رو برسونین.
شهر شلوغه. اگه راست راستی زنم بود میدونستم چه ریختی آدمش بکنم. خوابه تو هم اگه راست راستی شوهرم بودی بلد بودم که چجوری اخ خجالتت در بیام. ببری مرسی. پس خانم آقا کجا؟ والا چه عرض کنم، آخه طفلای معصوم شبا که پیش هم نیستن، مجبور از یه همچین فرصتای استفاده کنم. بله عمو جون، عمو جون منو ببخش که خودم منتظر کنشم. ببخش. عیبی نداره. سلام خانم. سلام علیک. سلام. به به چه خانومی، چه تیکه ای، چه چی. بفرمایید. افادر شما رو نداره. چرا زحمت کشیدی عزیز؟ اختیار داریم. دست درد نکنه جیگر. بچه رو زودتر بهم نگفتی که برادرزاده به این خوشگلی داری. آخه ترسیدم تو حسودی بشه عزیز دلم. اگه برادرزادت نبود که بله چیشاتو عکاسه در می آوردم. اما آخه کار که دسته خودشو نمی بره. خانم جون قربون دستت این گلا رو بذارش. چشم خانم جون. ایوا چرا وایسادی؟ بیشین جونم، بیشین خونه خودت. مرسی. آره مامانم. کدوم مامانم؟ مادرتو میگه دیگه، همون که مریضه و روبه داد. مادرمو میگه. من خیال کردم مامانمو میگه. حالا بهتر شده الحمدلله. بله آخه میدونین چیه، من به مادرم نمیگم مامان، میگم مادر. اینه که وقتی که شما گفتین مامان من چی خود گیت شدم. بله 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 فهمید. بهترم الحمدلله. بله بچه تون کجا؟ بچه بچه بله بچه. نکنه به بچه تونم نمیگین بچه. اه اه چرا چرا، بچه که دیگه بچه هست. ولی کنه بچه. هادی بچه بابا چه چه داچه زنی. رفتم از سر کوچه خفتگیرش کردم آوردمش که میمنت خانم ببیند قربان. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب کاری کردی. خوب داریم. بود دوباره پیش میمن خانم سلام برسونی. یعنی خود سلام کن. بود یادت نره. سلام کن بابا. یا الله پا نشید. بیا بقلا. ایوا مادر چرا زل زدی؟ قربون شکل ماهت برم اینای خوشگل من. پس تو مامانمی؟ آره عزیزم، اما گندشو در نیاری. خوب مادر چهارشنبه روز خوشبختیه، یه بلیط ازم میخری. مامان چون دیگه این حرفو نزنی. خوب میگه که از شما خجالت میکشه. ببینم از چی خجالت میکشه پسرمو. ناز تو برم الهی. به به انگار جمعتون جمعه. شما این هاچ خانوم؟ بله منم. تا کور بشه اون کشمی که نمیتونه منو ببینه. مگه چی شده مادر؟ هیچی، نه چک زدم نه چونه. عروس اومد تو خونه. مادر تازه میپرسه چی شده؟ کدوم عروس؟ کدوم خونه؟ از چی حرف میزنی مادر؟ خوابه خوابه خاطر رس نکن. به خیال تو هنوز تو خواب خرگوشی هستم که از هیچی خبر نداشته باشم. باری کلا به غیرتت. معلوم میشه من غریبم. مادر حاجی خان این کیه؟ مادر بزرگت مسلم. این کیه؟ مادر شوهر تمثلم. الهی زحمت هایی که باید کشتم حرومت بشه. اون شیری که به خورده دادم خون بشه و از ناخونات بریزه بیرون. الهی خیر نبینی که منو بی‌عزت کردی. اینه موزه و همه زحمتی که باید کشیدم. ببین چلوی مردم چجوری منو بی‌عزت کردی. بسته دیگه مادر. قرار مادر شوهر بازی نداشتی؟ مام نداشتی. آهای سلیت گیس بریده. تو به چه حقی پسر منو ضبط کردی؟ آروم بگیر مادر. خیال کردی پسر من هم مثل خودت بیکس و کاری که خودت اینه کنه چسبوندی بهش؟ چی گفته ما خودمونو چسبوندیم به اون؟ بله؟ دی پس لبت میخوایی بگی اون خودشه چسبوندی به تو؟ جونم درست فهمیدی، از قضا میخواستم همینه بگم. آره؟ به اون روت بیاد بیشتر ما حیام. چی؟ بله بله نفهمیدم چطور شد؟ تا دیگه خفه شو. وا مگه نمیبینی که هرچی لایق خودشه داره باره من میکنه؟ آخه میشه تو دهنت. باره بابا اصلا ما نیستیم یک کاره. آخ همون از دست عروسای این دور زمونه. سال باید بفرش مادر. لا برپریدن نگاه کن چجوری نگاه میکنه. اینگار تو من نردم میشم تو نگاهش کن ببینش. هاچ خانم حالا گذش از بزرگتره. بفرمایین بشینین میوه ول کنین تو رو خدا. بفرمایین تو دیگه حرف نزن که به خداوندی خدا هر چی از دهنم در بیا
بده بگم خاک بسرم به من چه با بیشتر توی بربره جادو تو اون پسر نمک نشناسه به من چه مرتوبه خاک خانم به تو چه مرتوبه حق باز متقلبه داروی دورنگ آروم میگیری یا نه یا نیچه نه آروم نمیگیرم همهش تقصیر اون زن دست رو نشد سلام خانم بوسو سلام و درد به بچه با ادب خدا مرگم بده این سیبی که با خدا بیامرز آقا دو نصف کرده باشه خوشو آروم بگی ما در حالا دیگه داری کفر منو در میاری خوش منو چه میبری بلن کن عجب آسمون قرومبه ای بلن کن بیشین اینجا کارت دارم تو باید تکلیف منو روشن کنی به خدا سر پل سر جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمی کنم عوض این کارا حرف منو گوش کن تو نمیری به مود قسم ما نه زن داریم نه بچه داریم برو سر اون زن قیرش مال چیره به نه اون زن زن منه نه اون بچه بچه من اگه بچه تو نیست پر چرا اینقدر به خدا بیامرز آقا چه باحت داره دست بردار مادر چه شباهتی شه چشکی ایبا تو که شکل شمایل آقات یادت نیست مادر تو که یادته چرا این حرفو میزنی اصلا ببینم تو که سجلت ما رو قبول داری کو کجاست سجل اینها بیا 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 نگاش کن بیا کور سوادت جهنونه هم نکشیده بخون ببینم کجاش نوشته که ما زن بچه داریم ده بخون بخون دیگه بخون بخون کجاش نوشته یا کن سفید سفیده انگار راست میگی پس چی که راست میگم الهی قربونت برم من میدونستم که تو بدون اجازه مادرت زن نمیگیری حالا که اینجور شده همین که آقا رسول از مکه برگشت میمنت رو بسد میگم بخ که حالا دیدی باز بچه شدی نه نه والا بلا میمنت خوب دختری برمونکرش لعنه میمنت جون چی چی کارش داری چی کارش داری بابا تپر معصوم از روز که شنفته زن و بچه داری از خواب و خوراک افتاده بذار از دل واپسی نجاتش بدم کوتا بیا مادر هرچی رشم پهم و نکن اصلا میدونی چی عنایت من اگه بخوام به حرف تو گوش کنم آخرش آرزوی دومادی تو به گور میبرم راحتت کنم ننه من میمنت رو از هر لحاظی که بگی پسندیدم این بازیارم بی خودی ران انداز چه بخوای چه نخوای من واسط میگیرمش پس حالا که اینجور شد بذار منم راحتت کنم اگه گفتم زن و بچه ندارم واسه دلخوشید بود دارم خوبشم دارم دیگه که دارم چاخان نکن اونا که زن بچه تو نیستن عجب دیواوری هستی ها برو نگاه کن ببین بچه با خدا بیامرز آقا مو نمیزنه مثل خیاره که وسط دونست کرده باشن ده همین بچه منو دو به شک کرده دیگه تو رو خدا راستشو بگو عنایت دروغم چیه مادر ده آخی اگه اونا زن و بچه تو هن پس چرا اسمشون تو سجلتت نیست یادم بازم زن گرفت بتونی اسم زن و بچهشو توش بینیمیسه آقت میکنم میمنت میمنت چی شده؟ پشو بیا اینجا بلشون کن بریم اینا قدر منو تو رو نمیدونم سر پل سرا جلوتو میگیرم و شیرم و حلالت نمیکنم از امشبم دیگه حق نداری پاتو تو خونه من بذاری برو پیش همون زن و بچه رفتم خب الحق داره شرشون از سرمون کم کردن اما چون من راستشو بگم مادر خود تو بود یا اینا هما قلابی بودا؟ ببند اون دانه کسیف تو دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم تو چشم دختر من یه بیکاری پاکت هم میگیره بیده بارو بابا تو نرو الوب سنگ تو رو پاپ پاپ حالا راضی شده جیگر راست دیگه اینقدر جیگر جیگر نکن بازی تموم شد خیلی خب بابا تموم شد که تموم شد انگار نوبرش آورده ما رو بگو که با کی داریم شوخی میکنیم بیزوق عنایت الله خان خیلی ببخشید موازه شده بره یه چیزی هم بیشتر بشده نمیخواد ویل خرجی کنی اخیر پولت هم گذاشتم آخه میترسم که فردا ما هم مثل تو پولدار بشیم اون وقت پیش خودمون فکر کنیم که از دواغ فیل افتادیم هی به این اون فیس و افاده بفروشیم خانم بزرگ بالاخره چی دستگیرتون شد؟ اونا زن و بچه یه عنایت الله خان بودن یا نه؟ نه به نظرم نبودن الهی شکر اما چرا؟ به نظرم بودن بالاخره بودن یا نبودن والا چی بگم خودم هم آخرش نفهمیدم اتفاقا منم مثل شما شک برم داشتم چطور؟ به نظر شما این طبیعیه که پسر عنایت الله خان بلیت فروشی کنه بفرمایید همه بلیتاشو به من فروخت وا والا یعنی چه؟ باید هر طور شده ترتوی قضیه رو در بیاری شما کاری نداشته باشین من خودم فکرشو کردم به تجربه من ایوالله آوردین عنایت الله خان دیدین چه معجزه‌ای کرد از میمنت خانم گذشته خانم بزرگم باورش شد که شما زن و بچه دارین و عیال بار هستین آره مثل که بالاخره یه چیزایی من تو این کدو تجربه دارم بکی تو سرت متوجه
صحبت کنم. سلام عمو جون. سلام. تو اینجوری چی کار می‌کنی بابا؟ ببینم مگه نرفتی؟ مادرم کجاست؟ حالش چطوره؟ خوبه خوبه، خیلی خوبه. ناراحت نباش. فقط دائم گریه‌زاری و ناله و نفرین می‌کنه. ولی بالاخره با هزار زحمت و تقلا تونستم راضیشون کنم که دست از لجبازی و یدندگی وردارن و با شما و خانم آشتی بکنن. چه کار خوبی کردین میمنت خانم، شیرت حلاله. من تجربه دارم. موردشون خودتو تجربته ببرن. چشم. بریم آمو جون، بریم. تو نکباتتو بکنم. آخه میدونی عمو جون، حاج خانوم اگه فقط بخواد با من آشتی بکنه ممکن. وا با شما که قهر نیست، با عروسشون قهر بودن حالا میخوان آشتی کنن. آخه عروس یعنی چی؟ وا مگه شما میتونین مادرتون رو دور بندازین؟ اصلا میدونین چیه؟ من خودم الان میرم منزل شما و با خانومتون حرف میزنم. نه عمو، نه لازم نکرده. ببین آخه ببین تو چرا میخوای خودتو سبک کنی عمو؟ قصه منو نخورین، من با این چیزا سبک نمیشم. خدا سب کن دختر. آخه خانم خونه نیستم. پس کجا؟ منزل مادرشه. ایوا مگه خودتون نگفتین حالش بهتر شده؟ آخه چیزه، خونه روشنی بوده عمو. باز دوباره همون آشوا همون کاس. خیلی خوب باشه. پس بگین فردا صبح اول وقت حتما منزل باشن تا من برم ببینمشون. خدافظ. اینو تاعت رو راضی کردم که همین امشب باید قرارداد ببنده. یکی مفتی به اون که 50% از مزدم و بابت باک سیبیل ور میداری. ببینم پول چه ارزشی داره ترانه جون؟ کی منو به مراد دلم میرسونی؟ کی؟ وقتی گل نه قربونه بری توفه. سلام علیکم ترانه خانم مهری. علیکه سلام. با 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 با. چطور شده که باز فیلت یاد اندسون کرده؟ به داد ما برس که گار بیخ پیدا کرد. باید یکی دو ساعت دیگه از زحمتی کشو بیه خانه ما. بخشینا حضرت والا کی باشم؟ یک با تجربه عادی سند بادی بربره خوشبختم. بفرمیم دندتون. بفرما اگه یه وقت کاری چیزی داشتیم بهشون زنگ. آره ایشان واردن با اجازه شما. بودو بریم قدشا برم. ببینم اکبر این حادی سنبادی کی ها؟ نمیدونم والا، گفت مدیر داخلی هم. خب پس کلی گاف تو خمره گیر کرده نه؟ آره کلش بدجوری گیر کرده است، یه همچین چیزی دیگه. بگو خودش بیاد پیش من. خود کی؟ خود گاوه. آخه گاوه مشکلش زیاد است، کلش تو خمره‌ایه. همین که گفتم اگه با ما کار داره شغلشو تعطیل کنه بیاد خدمت ما، اگرم نداره که هیچ. ببین بریم بچه ها. ترانه جان سب کن، ترانه خانم بالا یه دقیقه. ببینم تموم نشد. الان تمام میشد بابا. آخه ما یادت رفته است، ما که به اون نگفتیم تو چی کارایی، والا چه فرقی میگند؟ خودشو با خودم میآوردم اینجا دیگه. خیلی خب باش، من شب میرم آرایشگاه پیش فریده، تو هم موساتو بردار بیا اونجا. خدافظ. بفرمایین تو. عنایت الله خان. قربون شما. السلام علیکم. بفرمایین. دوز حاضر است، بز حاضر. شنیدم دوباره گزار پوست به بازار دباغه افتاده. بفرمایی، افتاده هی میخواد، جواب بدیم. این طور فکر کن، خلاصش این که ما دو سا دیگه با تو کار داریم. مگه دختره هنوز دست از سرت بر نداشتی؟ در دیگه وارد شده، میخواد به خیال خودش زنمونو با مادرمون آشتی بده. ای بابا عجب دختر سرتقیه. ما هم دستی کمی از اون نداریم خانم. خانم نقشمانو بشیش بگو. عنایت الله خان بگو. اولندش فردا بهش میگین که حاضر نیستم با مادر شوهرم آشتی بکنم. دوم از اون فعلا میخوام مادر مریضم ببرم پابوس امام رضا، انقدرم اونجا میمونم تا امام شفاش بده. خوب فکری کردی. آخه ما تجربه داریم بازی جان. ولی رو من یکی حساب نکنی. یادت وقتی که دختر و مادرت رفتن و خرت اپل گذشت با من چه رفتاری کردی؟ فکر بد نکن، با منظوری نداشتم. چرا؟ داشتی. حالا هم برو یه زن دیگه واسه خودت پیدا کن. مگه میشه هر روز و هر ساعت آدم زن عوض بکنه؟ حالا
واسهش دور من رو قلم بگیری. من دیگه خیال ندارم رول زن کسی رو بازی کنم، اونم آدم گند دماغی مثل تو که با صد من اصل نمیشه خورده. اف که ملاحظه بعضی چیزها رو میکنم و الابه ات مجال نمیدادم حرفتو تموم بکن. اوک هری عنایت الله خان، عنایت الله خان، شب کنید شب بابا. ایوالا گفتی بیارش اینجا که سکه یه پولش میکنی؟ یادت باشد اما تجربه داری. آره تا اون باشه دیگه افاده مفاده رفتوشه. چه خبا بابا؟ خدا به همراهت، راستی یه جوری که نفهمه پرس و جو کن ببین دیشب و کجا خواب. چشم. ببین ولی خودش و زنش هم وادار کن بیان بیفتن رو دست و پایی. چشم خانم باشم. علل خصوص زنش، بهش بگو اگه میخوای شوهرداری کنی راش اینه که کنیز خانم بزرگ بشی. تد خدا رو ببین دیر باشه. خیالتو راحت باشه. برو ببینم چی کار میتونی بکنی. دست علی به همراهت. به سلامت. نمیدونم چی هست. آه میمرد خانم باشه. من که میرم قایم میشم. حالا چی کار کنیم؟ بگو عنایت الله خان و خانوم و بچه رفتن سفر، حالا کی برمیگردن؟ خدا عالمه. من ببین 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 خیت نکنی یا نه چشم برو ببینم. برو سلام نلگه میمرد خان. بلاغ کاری داشتیم. عنایت الله خان شما این؟ نه خیر بنده تجربه دار عنایت الله خان. خودشون تشریف دارن؟ بله بپکنه کنار قول برای که عنایت الله خان. شمایی؟ عنایت الله خان. کاجب اینجایی پسر یه خر. عنایت الله خان رفتان سفر. خودش از صداش عوض شده است. مهمانی که منتظرش بودیم نیست، یه شاخشم شده دیست. بفرمین جلو بیان جلو. ببینم داداش تو دستگاهتون عرق کشمش داریم. چه فرمودین؟ فرمودم عرق کشمش داداش. نخه داشتیم با گراه با هم رفتیم بالا ولی مزش موجود است. چه خبر هادی؟ این بابا اول شما را میخواست اما حالا عرق کشمش را میخواد. چی؟ نشبه شده عنایت الله خان شما این؟ فرمایش؟ شما به چه حقی پسر ما را عوض پسر خودت جا زدی؟ پسر شما؟ چی؟ پسر شما کیه؟ ممل میگی؟ بله ممل، ممل چهارشنبه. ممل چهارشنبه که باباش مرده است الحمدلله. درسته ولی بعد از اینکه باباش مرد ننش زن ما شد. آخه ننش هم که مرده. آفرین اونم درسته، اما بعد از مرگ ننش کمپلت خرجش افتاد گردن ما، نونخور ما شد. بزرگترش ماییم. حالا میگی چی؟ حالا میگم اگه عرق کشمش هم نباشیم نباشه، هر جور عرق جاتی باشه قبول داریم. هیچ جورشو نداریم کمپلی. اونم میشه داداش. بالاخره نگفتیم منظور چی؟ ما میگیم یا دفعه آخرتون باشه که پسر ما رو عوض پسر خودتون جا میزنین، یا روزی 200 چوب اجارش تازه غیر از چهارشنبه ها بهمون بدین. 200 چوب؟ پس چی؟ خورند موهای سرت پول خرجش کردم تا به این سن و سال رسوندمش. یعنی چی دیگه؟ برای تازه برقم انداختم جالتون. باشه حالا شماها چی میگین؟ خیلی خوب ما دیگه کاری باش نداریم. ولی انگار بهش گفته بودی امروز هم بیاد. آره خیال میکردیم وجودش لازمه. لازم نیست؟ نه لازم نیست، وقتی مادر بچه نیست خود بچه به چه درد میخوره. خیلی خب باشه، اگه روزی 200 چوب واسهتون زیاده روزی 150 چوب بمیدیم. نه جونم حرف پولش نیست، مجلسی که داشتیم به هم خورد. بعد یه هادی کمک کن آقا رو به من خودمه در. حالا سر را سرش میکنیم با روزی 150 چوب که موافقی؟ نه جونم نه نمیخوام هرچی میگم نره باز میگه بگو. جهنم آتیش زدم به مانم که مشتریم نفره روزی 150 چوب. برو بالا 50 چوب. 30 چوب داداش 30 چوب. 20 چوب ناقابل داداش. هادی بیرون بس کن حوصله‌ام سر رفت. بیشوب هادی خان تو یه جوری رازیش کن. یه چیزی هم بخواه تو معرفی میکنی. بیا مادر اقلا اینو بخور گلوت خوش شد. قرون دست قرون دست تای خانم. رفت رفت یه نمی تامی چایی بخور بیا رفت. خدا دهنت بشنفه ده به خیلی به موقع است. قربون گلوی چهار رفت برم. آره کی میتونه باشه؟ این دیگه باید خود میمنت خانم ما اینجا نیستیم. ما رفتیم سفر. گوشی دستم رفتیم سفر. بجون پای خانم بجون برو تو تجربه دارم اونم دست اول برو تو. عنایت الله خان زهر مار بگو تشریف ندارم. تشریف بیارین، مهمانی که منتظرش بودیم نیست، مهمان ناخونده است. من قول از دست مهمان ناخونده. عنایت الله خان عنایت الله خان. ای بابا بابا عنایت الله خان ببین کی آمده. نگاش کن نگاه کی هستی تو کن کن تا آمده یا تماشا گرم
بله. چطور شد کرایه عوض شد؟ ای بابا حالا به دلت نگیر. خب دیشب تو حال نبودم، یه چیزی از دهنم پرید دیگه. خب بگو ببینم دختره که هنو نیومده. نه به موقع اون. پس حالا بهم بگو چی کار باید بکنم. ببین جونم، عرض شود به حضور انوارت، دوت باتو توی کفش بکن و بگو اگه شده از شوهرم طلاق بگیرم میگیرم، اما با مادر شوهرم آشتی نمیکنم. خب هرچی گفت، هرچی التماس کرد قبول نمی کنی که نمی کنی. بعدش هم بگو من اصلا با شوهرم خواهرم اصلا میدونی که چیش؟ این بیا باید خود میمنت خانم باشد جون. ببین چی میگم هادی، اگه خواست بیاد بگو. بلدم تو بمیری، ناسلامتی با تجربه داریم. آها برو ببینم چی کام کنم. آما شد برو ببین تو. سلام. سلام علیکم میمنت خانم. نخیر دیر رسیدین. عنایت الله خان و خانم بچه تشریف بردن. یعنی سفر بردن. سفر؟ هادی چیه؟ چیه؟ جان؟ چیه؟ ای حق باز برو کنار ببینم چرا چاخان میکنی. برو کنار. بابا رفتن سفر، این صدای روحش بود. تو بمیری سرکن دختر جان. سلام. سلام همون جون. سلام علیکم. چی رفته سلام؟ من چه میدونم، شما گفتین بگو رفتیم سفر. خب بگو ببینم احوالت چطوره. مرسی زنم اون جون، شما چطور؟ منم مرسی، مادرم هم مرسی، الحمدلله بهتر از دیروز و پریروزه. معمل چطور؟ اونم مرسی. راستی معمل کجاست؟ معمل الان هادی میره هر چی باشه پیداش. آره آره خیلی خوب، پس ما میریم بالا، تو هم برو دنبال بچه عزیزم. بفرمایید حالا دیدین، گفتم وجود بچه لازم است، گفتین نه. ما تو این کله کدو تجربه داره فرایت لقا. آخه تجربه تو این هیرو بیرو به چه درد میخوره؟ برو بریم بچه رو بیاریم. برو بریم این کن بریم. چی شده؟ جلوشو بگی. ستوب سمون باسم خریدی ببره بفروشه. اینجا میدونیم. مگه شما نگفتین که اونو لازم نداریم؟ خب حالا لازم نه شب کن، جنگ اول بهتره سول آخره. روزی چقدر بابتش میدی؟ آها خودت گفتی 20 تومن دیگه. نه حرفشم نزن، اصلا حرفشم نزن. خیلی خب سگ خور 30 تومن. نه جانم، از بلیط فروشی بیشتر در میاره. اولا خور 51 تومن. نه 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 نه. خیلی خب باشه، راضیت میکنی. چرا خدا بگو لباسمو بده. نه ترس بیا پول کوچیک میشش بدی یا نمیشناسد اسکی ناصرم. بیا این 500 پیشت باشه. 500؟ آره بابا 500. آره 500. 500 که میگن اینه. آره همونه. بیبریم بابا. نکن زلم آب شد. مگه زلم داشتی؟ میمانت امو تشریف ندارن مادر. تشریف ندارن؟ نه خیر، رفتن کت خدا رو ببینن. کت خدا واسه چی؟ واسه این که دهو بچاپن. ده؟ کدوم ده؟ که دهی از شما آبادتر عنایت الله خان، که از شما پول دارتن. تایه خانم انگار شما یه چیزید میشه ها، چرا راست حسینی حرفتو نمیزنی؟ مختصر و مفید، میمنت خانم به خانم گفتن اگه میخوای شوهرداری کنی بی بریم با مادر شوهرت آشتی کن. خانمم از خدا خواسته راه دادن و رفتن. حالا راضی شدی مادر جون؟ اینم راست حسینی. خانم بزرگ اجازه بدین پاتونو ماچ کنم. بیا بگو لازم نکرده. ای چرا خانم بزرگ؟ لازم نکردی. پس اجازه بدین دستتونو ماچ کنم. بگو لازم نیست. لازم نیست. خب بهشون بگو بالاخره اجازه بدن یه جاشونو ماچ کنم دیگه. بهش بگو مارچ که واسه زخم دل من مرهم نمیشه. مگه روزی که تو با عنایت عروسی کردی نمیدونستی که مادر شوهر داری؟ نه خانم بزرگ، به خدا من نمیدونستم مادر شوهر دارم. هنوز گاشتی نکردیم با من حرف نزن. ایش چشم. بگو نه خانم بزرگ، من پیش از عروسیم والا نمیدونستم مادر شوهر دارم، بعد عروسیم فهمیدم. بهش بگو دی. بگو حالا بعد از عروسی چرا نیومدی رو دست پای من بیفتی؟ بگو خانم بزرگ، جوون بودم و جاهلی کردم نفهمیدم. شما به بزرگواری خودتون ببخشین. خب اگه این دفعه ببخشمت، قول میدی که بعد از این به من از شوهرت محرمتر و مهربونتر باشی؟ ایفا معلومه خانم بزرگ، اصلا من کنیز شما، کوچیکی شما. خانم بزرگ اجازه بدین دستتون مارک. خانمی عروس قشنگ قربون شما برم. خانمی الهی فدای شما بشم. سلام. 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 تو کجا بودی؟ همین دور و
بلا. سلام سلام عزیزم، بودو بیا خانم بزرگو ببوس بده. سلام خانم بزرگ. قربونت برم. سلام به روی ماه تو سلام نکرده عزیزی. هزار ماشاءالله. خب بگو ببینم تو کجا بودی، با کی اومدی مادر؟ همراه بابام حاجی خانم. پس اونا کجا؟ دم در وایسادن، گفتم برو به مامانت بگو بیاد بریم. میخوای بری مهری جون؟ ولی من اختیارم دست شماست خانم بزرگ. در حیرات مثل این که کنگر خورده است، لنگر انداخته است. عمو جون. جون عمو، چرا نمیان تو؟ میمنه جون، ما کار داریم عمو. برو زن بچه ما رو بفرست بیان. برو جونم. خانم بزرگ بهشون اجازه نمیدن بیان. کی اجازه نمیدن؟ جان دبای جون، غیر از این که از لحاظ شکل و شمایل با بچگی های مرومش برم مو نمیزنه، بوشم بوی اون خدا بیان سامده. سلام عزیزم. این مسخره بازی ها چیه؟ ضعیفه؟ چرا بلند نمیشه بریم خونه؟ بله بله ضعیفه، چه مرد حسابی. مهری جون بگو عروس من جوونه و چشم و گوش بسته، چه معنی داره که با یه الف بچه تک و تنها زندگی بکنه؟ همچین الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر، از اون عروس هم نیست که شیل پیله تو کارش باشه و بخواد تسلای مادر شوهرش کاری بکنه. باید اسباب بکشین بیاین تو این خونه که عروسم زیر نظر خودم باشه. بگو این کار شدن نیست، حرفشو نزن. بگو پس عروس و بچه مال من، تو برو کشک تو بساب. بگو آخه من زن گرفتم یا تو؟ بگو ما عروس آوردیم یا تو؟ تو اوزه شیر تو شیره ما جیبمونو پر کنیم. چکارش نکن ممل، برو تو حیات بازی کن، بذار حواسمون سر جا باشه. آخه بابا امروز چهارشنبه است، میذار ما بریم میخونه کاسه بکنیم یا نه؟ امروز که چهارشنبه نیست. چی رو به تقویمت نگاه کن، چهارشنبه. خب برو تو حیات بازی کن، آخه بهش گفتم چهارشنبه میبرم سینما. اصلا میدونی چیه؟ بی بریم بیرون، اگه تو زن منی پس باید به حرف من. مگه عروس من اختیار سر خود بگی بشی؟ میگم پاشو. میگم ای بابا بشینه باشه بازی میکنی. بسه دیگه بابا، این مسخره بازی ها چیه؟ اما جون همه مردا از خدا میخوان که زنشون با مادر شوهرشون اینجور تفاهم داشته باشن، شما چرا ناراضی هستین؟ تو هنوز بچه ای، عقلت به این چیزا نمیرسه. به امروزشون نگاه نکن، عروس عسله و مادر شوهر خربزه، جفتشون حرارتی هستن، مگه با هم میسازن؟ اروای بابات این دفعه دیگه عسل و خربزه با هم ساختن که باباتو در بیار. شما باید این چشمتون از اون چشمتون راضی تر باشه. اصلا میخوای بنویسیم بدیم که من و خانم بزرگ هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمی کنی؟ تو انگار داری کم کم قرم قرم میگی که من عادت کنم. ایوا من که واسه خودم نمیگم، واسه مادرتون میگم. خانم کوچک حق دارد عنایت الله خان، رو حرف خانم بزرگ نباش، غلط زیادی میکنی. شاید فردا خانم بزرگ گفت ببر مثلا عقدش کن. شیطونه هش بلنات ندامن. مگه هنوز عقد نکردین که ببرین عقدش کنین؟ عقد نکردین چیه؟ بچه‌مو جلو چشت نمیبینی میمنت خانم؟ همچی مهمونی، احترامت واجبه، ولی چون دفعه دوم سومه که متلک وارم میکنی، میگم بهت که نگی نگفتی. من اون چشیو که دنبال شوهرم باشه با همین ناخونم از کاسه در میارم. ایوا چرا با من دعوا داری؟ من سر پیازم یا تای پیاز؟ مگه نشنفتی عموم چی گفت؟ عمو جون وسط دعوا که نون و حلوا. اینقدر دنبال حرفو نگیری، حرف باد هواست. بالاخره دیر یا زود شما باید اسباب بکشین و بیاین اینجا. بازم هزار جور مدرک از عقد و عروسیتون رو میشه، عکس، آلبوم، قبالی، هزار تا چیز دیگه. اون وقت معلوم میشه کی راست میگه کی دروغ. اینجوری عدیه عنایت الله خان، وقتی شما دوتا پاتون رو توی کفش میکنین میگه نه، مردم خیال میکنن کاسه زیر نیم کاسه بادیه. باز چی کار کنم بگم؟ بله تمام شده رفت، مایش سرویس اتاق خوابه، یه دست مبل با دو تخت فرش زیلو که بگیم اینا جهیزی خانم بوده. بله بله، من خودم اینقدر رو پس انداز دارم که واسه خودم جایزیه بخرم. جایزه خریدن تو بذار واسه وقتی که شوهر کردی. خیال نکنی با اسباب کشیدن و رفتن تو خونه مادر شوهر زن شوهر شدیم. نه با هم، ولی تنها. تازه اگه بتونین یکم صبر بکنین، من میتونم تا چهارشنبه ترتیبش رو بدم. خوابه به تو چه حسود؟ البته عقد عروسی رو که باز بگیریم. چی شد؟ نفهمیدم. عقد عروسی راست راستکی نه عنایت الله خان، عقد عروسی عکسی. آخه مگه نشنفتی میمنت خانم چی گفت؟ عکس مخواد، آلبوم مخواد، قباله عقدنامه مخواد، هزار جور دنگ و فنگ مدرک مخواد. آخه من
من چاکی تو سر تو بکنم؟ ما که هیچ کدومشون نداریم. خاک لازم نیست، عوضش تا دلتان بخواد تجربه دارید. یه برو بیرون، یه برو بیرون، عروسی هست بچه رو بسید کجا. خیلی خوب، خیلی خوب، تبیرت بکنم. بله و تلا بیا ببینم. نبش باشد بعد. خیلی خوب، آدی گفتم مهمونو حاضرن یا نه؟ چقدر خوشگل شدم. خیلی خواهد بسیم به من خواهد بسیم بودن. آره بله خیلی خواهد بسیم چی به تو بگم؟ بچه را آورده شما هنون عرصی نکنید بچه دار شدید خونه بگید راسته نمیده بیرون گرد بریم بچه دیگه بریم بچه دیگه بریم بچه دیگه بریم بچه دیگه بریم برگردیم بینیم برگردیم بینیم برگردیم آماده باشیم یا دیگه بریم بیا تو دفت و دفت اسفندی پایین پر کنم بالا که خالی از خدافت ره ندارد اینک کلا کلا دفتر بگیر بیا اینا فرد بگیر بینم جز که یا نبیشه بشینیم برو بینم رک باسم نیم داری؟ درجا زن احرام اکاس همال هست آمانه ای برو چرا با عجب زرنگ هستی تو دو زیاد که نشکر بی تو در بازه خواهش میشه خواهش میکنه زون من خواهش به این روان بکتر با ناز کنی ناز کنی این روان آمده باش بگی بگی حالا آخرین مرحله شب آزی میکنی حالا دیگه خاطر جمع شدی که اونا زن و شوهرن شما چطور؟ من که از اولش هم خاطر جمع بودم تو شک داشتی تو رو خدا اینا نگاه کنی خب لباسی که تن هادیه همون لباسیه که 6-7 سال پیشم وقتی که عروستون حامله بوده تنش بوده شب عروسیشونم با همون لباس رقصیده تازه هنوزم که هنوزه هر وقت من هادیو میبینم همین لباس تنشه خب که چی؟ به عقیده من آدم نباید زیاد گول این عکس رو بخوره میشه تو دیگه خیلی شکاکی دختر جون عزیز من دیگه چیکار باید بکنن که تو باورت بشه آخه اگه زن و شوهر نبودن که تو یه اتاق نمیخوابیدن پسر من حلال و حروم سرش میشه بکش 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 تختو بکش صدای چی بود؟ از خودتون بپرسیم اینجوری خیال هر دو راحت تره اگه از اند ناخونک در عمومی آجه دو فای بله بفرمی خانم بزرگ ایبا دارین چی کار میکنین؟ سر و صداتون تا هفتا خونه اون برتر میره چیزه از خانم بپرس میگه موش اومده تو این خونه چی؟ موش چی؟ موش آقه بله خانم بزرگ من با چشای خودم دیدم رفت الحمدلله خوشم میخوابم خدا مرگم بده وای 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 چی شده خوده هیچی مادر تو اتاقشون موش پیدا شده آره نتر علاجش تل موشه بیا مادر میگم تو بیا رو تخت بخواب من میرم فرقش چیه؟ آخه رو تخت خواب راحت تر میتونی بخواب بی خیالش ما رو تخت سنگم راحت میخوابیم شبت خوش مهری چی کار میکنی؟ خوشتی میگیری؟ نه حاتم، ورزش یوگا میکنی یوگا یوگا بیا، تله موش واسه دستتون درد نکنه یوگا میکنه ایبا، اینجا رو واسه کی انداختی؟ واسه این محمل آخه بعضی شبه خواب میبینه میترسه همیت میشه ما آره، نمیدونم چی
چیکار کنم که این عادت از سرش بیفته؟ شما دلواپس نباشید. راحت بگیریم بخوابیم. من خودم میرم با اون چیکار کنم. شب بخیر. شب بخیر. وقتی پس خودم تراشیدم دیگه چی شده خانم بزرگ؟ تپلک ها واسه بچهشون دلواپسن. مگه ممل چشه؟ هیچ، گویا شبا خواب میبینه. علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون، علیسون و ولیسون دعای خواب و برسون. ممل جون. بله خانم بزرگ. هنوز نخوابیدی؟ نه، آخه همجام خیلی گرمه، هم دوشکم زیادی نرمه. میخوای بیای پیش من بخوابی؟ واسه چی؟ آخه شنیدم شبا از خواب میپری، میترسی میری پیش مامان تینا. اینجا یادم دروغ بود. دروغم چیه پدر سلواتی؟ شما رو نمیگم که، اون که گفته دروغ گفته. من از هیچی نمیترسم. پس چرا روزم اینجا انداخته بودن گفتن واسه ممله؟ واسه ممل نبوده، واسه خودشون بوده که پیش همدیگه نخوابن. آخه چرا؟ مگه خودتون نگفتین که پسرم حلال و حروم سرش میشه؟ یعنی میخوای بگی اونا زن و شوهر نیستن؟ چرا؟ حسن تو به کار بزرگترا کاری نداشته باش پسرمو. اگه دروغ گفته باشن وای به حالشون. میگم خانم بزرگ، خانم بزرگ. چیه؟ نکنه باز بابا و مامانم با هم دیگه قهر کرده باشن. وا، مگه سابقه دارن ممل جون؟ پس چی؟ خیلی هم بچ سابقه هن. جاد ناراحته. نه خیرس، پس چرا خوابت نمیبره؟ آگه حرف نزنی میبره. انایا جاد جادو بغلو کن، بغلو کن. بازم داریم ورزش یوگا میکنیم. نه حاج خانم، داریم بالانس میزنیم. عوض این کارا بلند شیم با هم آشتی کنیم. چی؟ ما که با هم دیگه قهر نیستیم. خوابه خوابه، سر من کلا نمیره. یالا هم دیگه رو مارچ کنیم. مارچ کنیم؟ پس چی؟ دیگه چی کار کنیم مادر؟ دیگه بعد از مارچ خود داریم. من فقط میخوام ببینم که صورت هم دیگه رو مارچ کردیم تا خیرم راحت بشه قهر نیستیم. ابا چه معنی داره که زن شوهر قهر باشن؟ مادر بابات خوب، ننت خوب، همه بعد تو و زنت خوب. تو خونه من کسی نباس با کسی قهر باشه، فهمیدین؟ حالا کی گفته که ما قهریم؟ جاخه تو هم یه حرفی بزنه خدا خواسته. وا من غلط میکنم رو حرف خانم بزرگ حرفی بزنم؟ شنفتی ده خجالت بکش برو ماچش کن. خیلی خوب، شما بفرما بیرون، ما خودمون ماچش میکنیم. بفرمایید. بهانه در نیار عنایت، توپم نمیتونه من از اینجا بیرون کنه. اگه میخوای زودتر از شر من خلاص بشی یالا ماچش کن. امور از دست تو مادر، خدمتت میرسم. ایفو بی من چی؟ بیا اینا ماچ. خوب شد؟ یخ کنی الهی. الو. سلام علیک عزیز دلم. سلام گل گلاب عرق بیدنه. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ گوشی دستت باشه، گفتم ردش کن بره دهادی. والا نمیشد، تو بمیری نمیشد، بلا نمیشد. باز میگه نمیشه، آخه چرا نمیشه؟ بلا چرس کنم خجالت میکشم. یه عرض کنم این نشونت بدم که خودت حس کنی. شما شاهد بودین که ما خودمون میریم میگردیم، هر جور شده پیداش میکنیم. اما اگه بعدن زدیم بلایی سر این شاگرد شما آوردیم، اون وقت جای جلو و گذاری نباشه. با این خط اینم نشون نشاندار که هستی ملاشیدی. بیرون باش تا بعدن خدمتت برسن. اطاعت چشم.
الو، کاری داشتی تلفن زدی؟ دلم واسه تنگ شده بود. ای والا، ما که تازه یه ساعت از خونه زدیم بیرون. ولی به نظر من یه ساله که رفتی. باور کن عزیز دلم. حالا چرا اینقدر عزیز دلم میکنی؟ چیزه، میدونی؟ آخه میمنت تو اتاقه. پا ما بی خودی خیال میکردیم که راستاسی عزیز دلت شدی. عزت زیاد. الو؟ الو؟ چی میخوای قولی؟ بچه‌مو. نه بابا جون، تو رو خوده نظر منو ببره. تو رو توف درود بیاد نیم وجبی. حالا دیگه منو به غریبه ها میفروشی؟ خیلی خوب، وایس سر جات. میدونم چه بقیه سرت بیاد. اینکردی 500 تومن بهت میدم که کاری نداشته باشی تا بعد. کمه؟ کمه. پس راه بیا بریم کلانتری. کلانتری واسه چی؟ گوش کن، من میخوام سرپرستی این بچه رو از تو بگیرم. به هر قیمتی هم که شده باشه میگیرم. حالا یا به زبون خوش رضایت بده، ماه به ماه بیا 150 تومن ادره نمایشگاه بگی برو، یا محکومت میکنم و هیچی هم بهت نمیدم. مثلا چه جوری محکومم میکنی؟ این بچه دیگه وقت مدرسه شه، اما تو فرستادیش بلیط فروشی، هرچی هم کار کرده ازش گرفتی عرق خوردی. میدونی اگه بفهمن چه بلایی سرت میاره؟ پس اون 500 تومنی که میخواستی بدی بده تا برم روش فکر کنم. باش. خوب فکراتو بکن. یه روز صبح هم یه دم نمشگاه تا بریم اداره سرپرستی. بیا. باش. بیبریم. بابا. بابا جون. بابا. چیه؟ راست گفتی که میخوای من از اون بگیری؟ تو خودت چی دوست داری؟ که اینقدر که من تو رو دوست دارم نصفش منو دوست داشته باشی، دیگه نمیذاری گرفتار اون بشم. حالا اگه بیشتر دوست داشته باشم چی؟ قربونت برم الهی بابا. لا نکنه. راستی مامانم چطور؟ بعد اینکه مادرم منو به دنیا آورد سر زرف، پدرم پناه برد به تریاک و تمام دار و ندارش رو از دست داد. خب دست تنام که نمیتونست منو بزرگ کنه. این شد که بعد چند وقت زن گرفت، همین زن بود که بلای جونم شد. آخ آخ آخ، چه پیسی ها که سرم نیاورد، چه اسم بدنومی ها که روم نذاش. دست آخرم مجبورم کرد که زن یه جوون رشعی از فامیلای خودش بشم. خب شدم. آخ، اما اونم 10 سال پیش مرد و تنام گذاش. خب تو این 10 ساله چی کار میکردی؟ پیش از اینکه هادی و فریدی بیان سر وقتم، واسه امرار معاش توی کارخونه کار میکردم. آه، پس دیگه چیز نگفتنی باقی نمونه؟ نه. غم و غصه تموم میشه مری، اگه خدا بخواد کار میکنم که داغ مادر و ستم زن بابا و عذاب شوهر رحشه‌ای از خاطرت پاک بشه. آخ، کنیزتم عنایت. بزرگوار کمکم کن، کمکم کن تا این خوشبختی که هنوز به دستم نیومده از دستم نره. تو خودت میدونی که من چقدر عنایت و دوستش دارم. نمیخواستم بهش دروغ بگم، نمیخواستم سرش کلا بزنم، فقط ترس برم داشت، ترس از اینکه اگه حقیقت رو بهش بگم اونو از دست بدم. کمکم کن که این دروغ پاپیچ خوشبختیم نشه. سلام علیکم. سلام، شما؟ من صاحبکار ترانه هستم، شنیدم میاد اینجا سرمونیاره. بله، چی کارش داری؟ بچون، میخوام ببرمش سر کار. اون دیگه کار نمیکنه. نه بابا، واسه چی؟ ولش کن اکبری کارش نداشته باش. ببخشین خانم، واسه چی؟ شوهر پیدا کرده، میخواد عروسی کنه. شوهر پیدا کرده. خب چه اشکالی داره، خدا کنه خوشبخت بشه. حالا ببینم دوماد چیه؟ عنایت الله خان.
بفرما آقا رسول، بفرما منزله خودته، قبول باشی ایشالله. بفرما رفیق قرمون صفا، بفرما خوشا به سعادت درد بندم. برو بفرما ببین. هادی هادی جانم برم کجا؟ به پر دفتر در صندوق وا کن یه دو سه هزار تومن در شرکت اشتادم. ببین هادی ببینم اینجا بهت خوش گذشت؟ نه نه. چرا؟ حالا وقتش نیست، به موقعش واسه تو میگم بابا. باش بفرما آقا رسول، ان شاءالله بهت خوش گذشته باشه، خدا کنه این سعادت نصیب ما بشه و بریم زیارت خونه خدا. خب اینم آقا دیگه باز بهش بگیم عنایت الله. خیلی ببخشینا، در باز بود، ما همینجوری سر زده اومدیم تو. بایزه شما کاری داشتی؟ والا کار که چه عرض کنم، کلاقه واسه ما خبر برده که شما ترانه ما رو نشوندی. نوکشو بیچین بچه. بالاخره تکلیف ما چی میشه؟ ما رو راه میندازی یا نه؟ من اصلا ترانه نامی نمیشناسم. ما الان حرفا نیستیم، اگه نمیدی مهمون داریم عوضی گرفتی آقا جون. بزن به چار. نه جونم، اینجوری از اینجا نمیرم. یا ترانه رو بفرست بیا که لازم باشه جنازات هم بنزم بیرون میندازم، ولی دلم خواهد حرف حساب بی حرف حساب. بسه دیگه بابا، بسه دیگه، صلوات بفرستی. اصلا موضوع چیه؟ خودشونم نمیدونن دنبال کی میگردم. آقا جون من اینجا اومدم دنبال ترانه. رقاصه ای که میگفتی اینه؟ آره خودشه. حیف از تو این آیت الله خان، به خیالتون کیه که تو هفت سوراخ قایمش کردی؟ یه رقاصه هزار جایی که دیگه جایی از تن و بدنش نمونده که خلایق ندیده باشن. حالا اگه عشقاتو کردی بفرستش بیا زودتر بریم. همه دونه تو ببند با مجموعه همینی که گفتم برم ببند. خاکمون کردن؟ بفرما تو آقا رسول، چیزی نیست، از رود خجالت میکشم، باز ببخشیم. من حاضرم. کجا؟ باز بریم. واسه چی کجا؟ ما دیگه جامون اینجا نیست. آخه واسه چی؟ واسه اینکه جای معشوقای هزار جایی اینجاست. من شرمنده تو هستم آقا رسول. داخل مرد، چرا من دخترم رو دست تو سپردم؟ واسه این که مبادا تو شهر هرکی هرکی تهرون سر کارش با آدم های ناباب بیافته. ولی نارفیق، تو که بدترش کردی. دختر چشم و گوش بسته من باید با اون جور زن و زیری سخت زندگی کنه. توف بیا بریم دختر، بیا. سالی که از خدا عمر گرفتم همه جور زنی دیدم، خوب بد، پاک ناپاک، نجیب نانجیب، اما حتی کثیف‌تر و بی‌عاطفه‌تر و دورو و دورنگ‌تر ندیدم. ذاتت خرابه، فطرت نداری. اگه داشتی بعد از اون همه صفا و گرنگی که من خوشباور نثارت کردم دروغ و دول تحویلم نمیدادی. تو رو خدا بذار همه چی رو برات بگم. راسته دیگه، جلو پلاستت جمع کن، بزن به چاک، بازی تموم شد. برو بابا ول معطلی. منو سننا، ما که قرار روز اولمو یادت رفته؟ نه یادم نرفته، اما حالا دیگه من اون آدمی که روز اول بودم نیستم. اون روز هیچ غم و غصه ای نداشتم، اما حالا دیگه واسه خودم خونه و خونواده دارم، مزه شوهر داری و بچه داری زیر دندونم رفت. دیگه نمیتونم اونجور که همیشه زندگی میکردم زندگی کنم.
اون وقت تازه تو میگی تو این زندگی جام نیست؟ نه جات نیست، واسه اینکه لیاقتشو نداری. اگه داشتی عوض اینکه با صفا و یه رنگی نگرش داری، با دروغ و دول به همش نمیزدی. یه دفعه گفتم، بازم میگم، جلو پلاست جمع کن، برو قالب کن، برو. چمون چی میشه؟ خودم نگرش میدارم. مادر چی؟ پیر زن بیچاره اگه بشنبه پس میافته. خودم کم کم حالیش میکنم. لازم نیست تو ناراحت اون باشی. حالام تو نایمده از اینجا برو. مردم آزاد چی میتونه باشه؟ آزاد آمدم کار ما رو نمیذارن انجام بدیم. که السلام علیکم. عنایت الله خان، بفرمایید. بفرما چیزی شده؟ ناراحت نه، مهری اینجاست. نه عنایت الله خان، میگم چیزه تو خونه‌شو بلدی؟ ها، فریده باز بلد باشه. یه دقیقه میشه باشه برم یک کار نصفه کنه دارم انجام بدم. با که کار داریم؟ مهری خانم هستن؟ من چه معی باشه تو اتاقشه. تایی رو آره و طبقه بالا. بفهمیم. با اجازه. علیکم السلام بچه. کی بود؟ با مهری خانم کار دارن آقا جو. مهری؟ خوبا پلکان دارن. مهری لطفا شما یه دقیقه اینجا واسین تا من برزن. شما بفهم.
ببین اون کسی که باعث آشنایی من پس چرا اون روز که من آورد خواستگاری دعا به جونش کردی؟ آخه اون روز بچه بودم، هنوز 18 سالم تموم نشده بود. بچه چه میدونستم که زن یادم تیری مثل تو شدن یعنی چی؟ تو که سن و سال بابای منو داشتی چرا حاضر شدی با من که جای دخترت بودم عروسی کنی حضرت والا؟ نه میمنت جای دختر منه، من اون بچه هست. اگرم چیزی میگه ارو بچگی میگه، توی یه حال هوای دیگه هست. منو تو که سن و سالی ازمون گذشته چرا باید عقلمونو بدیم دست هست؟ به خداوندی خدا اگه عقلم قد حالا میرسید همون روزی که اومدی خواستگاریم توف میداختم تو صورت تو از خونه بیرونت میکرد. اینا بهانه است، عذر بدتر از گناه. بچه بودی، کور که نبودی، دیدی که سن و سالم زیاده، چرا قبول کرد؟ من غلط کردم، به گور بابام خندیدم. مگه خودت برنگشتی گفتی جوانای امروزی جیگونوان، به درد من نمیخورن، من شوهر جا افتاده دوست دارم. چرا گفتم؟ ولی چند بار بگم، بچه بودم، عقلم نمیرسید، اشتباه کردم. حالا دیگه کار از کار گذشته، فروشنده فروخته، خریدارم خریده. نه، هنوزم دیر نشده. چرا باید تا آخر عمر با آتیش اشتباهی که چند سال پیش کردم بسوزم؟ طلاقم بده. ببخشید، شما با بنده بودی؟ نه من چی گفتم؟ شما گفتین طلاقم بده. منظورم این بود که با این وضعی که شما دارین بهتره طلاق بگیریم. بله، مهرم حلال، جونم آزاد. باشه، فردا که رسیدین به شهر عرض حال میدن به دادگاه. نامردا میزنن زیر قولشون. باشه، قبوله، شما شاهد بشید. مهر حقش بود میذاشتی بمیرم. واسه چی مهری؟ زندگی وقتی خوبه که آدم کنار عزیزونش باشه، و الا وقتی قرار باشه که تو اون بر کوه باشی و من این بر کوه، اگه صد بارم از مرگ نجاتم بدن بازم خودم رو میکشم. حالا نمیشه عوض خودکشی قول بدی که دیگه هیچ وقت به ما دروغ نگیم؟ منتظرم که قول بدی تا از اون ور کوه بپرم این ور کوه. ببخشین دا، ما میتونیم بریم وقت دیگه بیان، اما اینا از راه دور آمدن. بفرمایید تو خالیشی. سلام عمو جون. ببخش مهری جون. سلام به رو ماه. ماشاءالله. سلام علیکم. نوکر تماق رسول. ما خیلی چه شده. آقایی جسارت ما رو میبخشی. قرون زفات. میبینی. آخه یه وقت خیلی داره. آدم تو هم خدا بد نده زنم پشه لغت هم زده مسموم شدم برای دور انشالله. قربونه تو. شما از کجا فهمیدین که ما اینجاییم؟ رفتیم خونه خانم بزرگ، گفت مادر خانم فوت کرد. آها، ما فهمیدیم که شما واسه عروسیم شدیم. پاش خانم که نفهمید. نه بابا، همون بهتر که تو بیخبری بمونه تا عقد و عروسی تموم بشه. بیا بیا پیش من، بیا بیا بکنیم خودمون را